سلام، امیدوارم کلتون خوب باشه. من پریسا هستم، مشاور تغذیه. امروز میخوام در مورد نقش کربوهیدرات در ساخت عضلات باهاتون صحبت بکنم، چون ما همیشه مفصل در مورد اهمیت پروتئین در رشد عضلانی صحبت کردیم، ولی کمتر روی کربوهیدرات تمرکز شده و اتفاقا خیلی نظرات متناقضی در مورد نقش کربوهیدرات در ساخت عضلات داده میشه. یعنی یه سری از افراد باور دارن که باید ما وعده های کربوهیدراتی رو قبل ورزش بخوریم که عملکرد ورزشی بهتری داشته باشیم و ساخت عضلات برامون بهتر اتفاق بیفته. یه سری معتقدن که حین ورزش مثلا باید آب میوه بخوریم، کربوهیدرات با شاخص گلایسمی بالا بخوریم. یه سری معتقدن که بعد از ورزش خوبه که مثلا یک میوه شیرین بخوریم مثل موز یا خرما. و میگم نتایج انقدر متناقضه که واقعا نمیدونیم بهترین راه حل چیه. چون وقتی که صحبت از ساخت عضلات میشه، ما دو تا قانون کلی داریم که برای ساخت عضلات شما باید تحریک عضلانی رو انجام بدین، یعنی عضلاتتون رو به روش‌های مختلف تحت فشار بذارین، مثلا وزنه بزنین، ورزش بکنین و همچنین پروتئین بخورین. این دوتا با هم به صورت فکت و قانون در اومده، یعنی مطمئنیم که اگر عضلات رو تحریک بکنیم و پروتئین کافی رو داشته باشیم، ساخت عضله با سرعت خوبی برای ما اتفاق میفته. ولی در مورد نقش کربوهیدرات انگار خیلی اطمینان نداریم و باید بریم سراغ مطالعات علمی که ببینیم اونها چی میگن. روی کاغذ اینطوریه که وقتی شما کربوهیدرات با شاخص گلایسمی بالا میخورین، باعث میشه که انسولین خیلی زیادی توی خونتون وجود داشته باشه و انسولین هم هورمون آنابولیکه. یعنی چی هورمون آنابولیک؟ یعنی انسولین باعث ساخت میشه، نه باعث از بین رفتن و تخریب شدن. هورمون های آنابولیک باعث ساخت میشن و هورمون های کاتابولیک باعث از بین رفتن و تخریب میشن. انسولین در طبقه بندی هورمون های آنابولیکه و وقتی که ما هدفمون ساخت عضله است، خوبه که انسولین هم حضور داشته باشه که به این پروسه کمک بکنه. پس میگم روی کاغذ و به صورت تئوری ما میگیم که خب وقتی که هدف ما ساخت عضله است، باید کاری بکنیم که انسولین هم حضور داشته باشه. ولی آیا در بدن ما، در فیزیولوژی پیچیده بدن ما، این اتفاق به همین سادگی میفته یا نه؟ محققین اومدن یک مطالعه خیلی بزرگ و جالب انجام دادن و اتفاقا خوشبختانه یک مطالعه بزرگ اومده ارتباط بین دریافت کربوهیدرات و رشد عضلانی رو بررسی کرده. یک مطالعه‌ای که مشابه مطالعه متاانالیز هستش، 49 تا مطالعه در این مورد رو اومده بررسی کرده. 15 تا از این 49 تا مطالعه مستقیما ارتباط بین دریافت کربوهیدرات و رشد عضلانی در ورزش رو اومده بررسی کرده و دوره‌های مختلف، یعنی مثلا یک مطالعه اومده کربوهیدرات رو داده به افراد شرکت کننده و 7 روز اومده بررسی کرده ببینه طی 7 روز آیا ساخت عضله و خوردن کربوهیدرات ارتباطی دارن با هم یا نه. و یک مطالعه دیگه اومده طولانی مدتی موضوع رو بررسی کرده، یعنی 3 ماهه بررسی کرده و ارتباط رو سنجیده. پس این مطالعه‌ای که 49 تا مطالعه رو اومده بررسی کرده به ما میتونه بازهای کوتاه مدت، بلند مدت رو بده، دوزهای مختلف کربوهیدرات رو بده و مطالعه خیلی قوی و قابل استنادیه و نتایجش میتونه خیلی دید خوبی به ما بده. نتایج این مطالعه جالب بوده و گفته که بین کسانی که کربوهیدرات میخوردن و ورزش میکردن، یعنی کربوهیدرات رو بیشتر کرده بودن و ورزش میکردن، هیچ ارتباطی وجود نداشته بین این کربوهیدرات و رشد عضلانی. و اینطوری نبوده که بگیم که خب کسی که کربوهیدرات خورده، هورمون آنابولیک انسولین در بدنش بیشتر بوده، ساخت عضله و رشد عضلانی در اون فرد بیشتر بوده. پس کربوهیدرات اینجا خیلی اهمیت نداشته. یه مورد خیلی جالبی توی مطالعه دیده شده و اون همین بوده که وقتی که کربوهیدرات و کالری بیشتر شده بوده، یعنی هر دو در کنار هم دیگه، رشد عضلانی سرعتش بیشتر شده بوده. پس اینجا ما نتیجه گیری میکنیم که خود کالری یعنی انرژی اهمیتش بیشتر از کربوهیدرات حتی. یعنی اگر شما هدفتون اینه که در کنار این که دارین پروتئین کافی رو دریافت میکنید، باز هم رشد عضلانی بیشتری داشته باشین، بهتره که تمرکزتون رو بذارین روی کالری به جای کربوهیدرات. چرا؟ چون که شما میتونید کالری رو با درشت مغذی‌های دیگه مثل پروتئین بیشتر و چربی بیشتر هم بالا ببرین و نیازی نیست که کربوهیدرات رو زیاد بکنید. یعنی کربوهیدرات به تنهایی نمیتونه باعث رشد عضلانی بیشتر بشه. ولی وقتی کالری بیشتر شده و کربوهیدرات هم باهاش در کنارش بیشتر شده،
اون وقته که رشد عضلانی بیشتر اتفاق افتاده. اما ممکنه در مورد ذخایر گلیکوژنی براتون سوال پیش بیاد. حالا گلیکوژن چیه؟ برای کسانی که نمیدونن میگم که عضلات ما یک سری مقدار خیلی خیلی کمی قند رو به شکل گلیکوژن در خودشون ذخیره میکنن. برای حرکات انفجاری، برای حرکات سریع. مثلا وقتی که شما میخواید سریع بدوین، اون وقته که بدن ما شروع نمیکنه بیاد از ذخایر چربی استفاده بکنه، چربی رو حالا تبدیل به قند بکنه که سوخت کافی اون عضلات در واقع تامین بشه. چیکار میکنه؟ میاد از اون یک مقدار خیلی خیلی کمه قندی که توی عضلات ما ذخیره شده استفاده میکنه به عنوان سوخت اون عضله که بتونه اون حرکت سریع رو انجام بده. چون استفاده از چربی به عنوان سوخت یا حالا ذخایر دیگه قندی به عنوان سوخت یک پروسه نسبتاً زمانبری نسبت به حالا اون ذخایر گلیکوژنی که در عضله حضور دارن. و شما وقتی که ورزش میکنید ممکنه که این ذخایر تخلیه بشه، چون گفتم که وزنشون خیلی کم و مقدارشون خیلی کمه، ممکنه که تخلیه بشه و این ذخایر گلیکوژنی نیاز به قند دارن، یعنی قندی که شما از کربوهیدرات رژیمتون تامین میکنید. سوالی که پیش میاد اینه که ما چقدر باید کربوهیدرات بخوریم که بعد از ورزش این ذخایر گلیکوژنی عضلات ما تکمیل بشه و کامل بشه. مثلا احتمالا شنیدین که قبل ورزش های شدید میگن که مثلا ماکارونی بخورید یا برنج بخورید یا نون بخورید برای اینکه ذخایر گلیکوژنیشون این افراد تکمیل بشه که بتونن ورزش رو با بازدهی بالا و با قدرت بالاتری انجام بدن. پس نقش کربوهیدرات اینجا برای ما در طی ساخت عضلات و طی ورزش اهمیت پیدا میکنه. و بهتون بگم که وقتی که شما یک ورزش مثلا نیم ساعته دارین انجام میدین، ورزشی که خیلی حرکات سریع و تند و فرزی نداره، ذخایر گلیکوژنی شما به صورت کامل تخلیه نمیشه. مثلا مگر اینکه یک فردی ورزش حرفه‌ای بکنه، 2 ساعت پشت سر هم ورزش میکنه، در اون صورت نیازه که این فرد کربوهیدرات بخوره که ذخایر گلیکوژنیش رو تکمیل بکنه. و این موضوع هم مطالعات نشون دادن که وابسته به دوز نیست. یعنی اگر فردی 2 ساعت ورزش کرده، حالا بیاد 50 گرم کربوهیدرات بخوره یا 200 گرم کربوهیدرات بخوره، این ذخایر گلیکوژنش تکمیل میشه. خیلی میگم وابسته به دوز نیست که بگیم حالا دوز رو ببریم بالاتر که بیشتر ذخایر گلیکوژنی تکمیل بشه و کامل بشه. پس ربطی به دوز نداره و اگر شما ورزش خیلی حرفه‌ای و طولانی مدت انجام میدین، نیازه که بعد از ورزشتون شما یک وعده کربوهیدراتی بخورید، ذخایر گلیکوژنتون تکمیل بشه. اگر ورزش های کوتاه مدت تر رو دارین انجام میدین، خیلی نیازی نیست که تمرکزتون روی اون حالا کربوهیدرات باشه که حتما بلافاصله بعد ورزش بخواین موز بخورین، خرما بخورین، عسل بخورین، رایس کیک بخورین. خیلی نیازی نداره و به مرور زمان در طی 24 ساعت یا 12 ساعت آینده که شما رژیم غذایی نرمالتون رو دارین میخورین، اون ذخایر گلیکوژنی تکمیل میشه. پس نگران اون نباشید. خیلی ها میگن قبل ورزش ما بخوایم کربوهیدرات بخوریم که ذخایر گلیکوژنی تکمیل شده داشته باشیم که عملکرد ورزشی بهتری داشته باشیم. اینو هم باید بهتون بگم که گلیکوژن در عضلات ما مثل عقربه بنزین ماشین میمونه. یعنی اینکه شما وقتی که عقربه بنزین ماشینتون به نصف میرسه، آیا سرعت ماشینتون کمتر میشه یا نه؟ یا مثلا ماشین عملکردش ضعیف‌تر میشه یا نه؟ پس عضلات ما هم همینطوره. وقتی که گلیکوژنش به نصف میرسه، ذخایر گلیکوژنش کمتر میشه. اینطوری نیستش که بگیم پس قدرت عضلانی و قدرت ورزشی ما کم میشه. زمانی که این ذخایر کاملا تخلیه نشده، کم شدنش روی عملکرد ورزشی ما تأثیری نداره. پس اینطور نیستش که ما حالا بخوایم نگران این باشیم که الان من ذخایر گلیکوژنیم نصف شده، مثلا نمیتونم درست ورزش بکنم. میگم همه این صحبتهایی که داریم میکنیم برای کسانی که ورزش نرمال معمولی دارن انجام میدن، نه ورزش حرفه‌ای. برای ورزش نرمال کسی که باشگاه میره، دوچرخه سواری، شنا، اینا رو مثلا به صورت نیم ساعت، 45 دقیقه، یک ساعت در روز انجام میده، احتمالاً با استراحت بینش انجام میده، نیازی نیستش که خیلی نگران کربوهیدرات باشه. چون ما وقتی که میگیم شما رژیمتون رو کم کربوهیدرات بکنیم و کربوهیدراتش رو بیاریم پایین که ساخت عضلات برای شما حداکثر اتفاق بیفته و اتفاقاً ساخت چربی کمتر بشه، این نگرانی پیش میاد که خب من پس بعد ورزشم باید حتما موز بخورم، حتما خرما بخورم، حتما عسل بخورم، حتما برنج بخورم، قبل ورزشم باید ماکارونی بخورم، آب میوه بخورم که قندم نرمال بشه، ذخایر گلیکوژنیم تکمیل بشه، عملکرد ورزشیم بهتر بشه.
اینطور نیست. شما میتونید کالری رژیمتون رو یکم بالاتر ببرین، چون گفتیم که طبق نتایج مطالعه بزرگ و معتبر کالری بیشتر هم میتونه روی ساخت عضلات تاثیر داشته باشه. اگر احیانا ورزش میکنید، من توی یک ویدیو قبلا گفتم اگر ورزش میکنید تا 100 تا 300 کیلو کالری میتونید کالری روزمرهتون رو بیشتر بکنید که نتیجه بهتری بگیرین، و اون 100 تا 300 رو میتونید روی چربی های خوب تمرکز بکنید، روی پروتئین خوب تمرکز بکنید و کمی کربوهیدرات پیچیده. اگر بخوام یک جنبندی از این ویدیو بکنم، برای ساخت عضلات بهتر و داشتن چربی کمتر، شما خوبه که تحریک عضلانی رو داشته باشین، ورزش بکنید، وزنه بزنید، ورزش های حواسی انجام بدین و همچنین پروتئین کافی رو دریافت بکنید و بعد از اون تمرکزتون رو بذارین روی کالری، یعنی کسی که کالری رو محدود کرده، رسونده به 800-500 کیلو کالری و ورزش هم میکنه، خب مسلماً نتیجه خوبی نمیگیره. کالری رو میتونید از منابع خوب بیشتر بکنید، همچنان روی رژیم کم کربوهیدراتتون باقی بمونین و خیلی هم نیازی نیستش برای همون ورزشه مختصری که انجام میدین، حالا قبلش کربوهیدرات بخورین، بعدش هینش نیازی نیست، فقط یک محلول الکترولیتی همراه خودتون داشته باشین، بعدش یک وعده پروتئینی خوب رو دریافت بکنین، نتیجه عالی رو میگیرین. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و ممنونم از توجهتون.